چون می رسدم برگوش آواز محمد جان، گویا که شوم از نو دمساز محمد جان. او بود هنرمندی صاحب دل و دلبندی، هر پرده سازش بود همراز محمد جان. پرواز بسا کس ها من دیدم، و اما خورشید صفت بودی پرواز محمد جان. او عالم رازی بود، پرسوز و گدازی بود، صد راز دیگر بودی در راز محمد جان. بر صنعت والایش بودند همه مفتون، از لطف خدا بودی ایجاز محمد جان. هرچند رسید امروز انجام رهی عمرش، در هر غزلش بینم آغاز محمد جان. بعضن در زندگی حالت های می شود که از مرگ کسی خبردار می گردی، تابوتش را به سر دوش می برداری و او را براه آخرت گسیل می کنی، ولی مدت های زیاد باوریت نمی آید که آن نفر این دنیای روشن را ترک گفته است. محض همین گونه حالت را امروز دوستان و پیوندان، همراز و همدل و همنفسان و صدها و هزارها نفر اخلاصمندان صنعت والای هنرمند ناتکرار، آوازخوان پسندیده مردم محمد جان محی‌الدین اثر می گذرانند. مگر به یک بارگی باور می توان کرد و مرگ نفری که شاید از ما بیشتر زنده دل و زندگی دوست بود، بلکه با صوت و ترانه های دلانگیزش به باغ عمر ما چون نفس بهار می وزید و رنگ و بار و صفای تازه می بخشید. محمد جان محی‌الدین کی بود؟ هنرمندی بود که به عالم صنعت با پیراه خودش آمد، یعنی با آهنگ خاص و آواز مرغولدار و دلنشینش خیشتن را معرفی کرد. هرگز راه تقلید و تکرار را پیش نگیرد. او بستکاری بود که آهنگهایش را با آهنگ دل مردم جور کرد و محبوب خلایق شد. مبالغه نمی شود اگر گوییم که محمد جان شاعر نیز بود. او با سبک خلقی شعرهای لطیف می گفت و به آن آهنگ می بست و به مخلصانش تقدیم میکرد. یعنی محمد جان به عالم صنعت با جهاز خود آمد، هرگز با پر و بال دیگران پرواز نکرد. این جوان مرد خوش ذوق و صاحب دل هم با آهنگ های روح بخشایش، هم با آواز دلنشین و ناتکرارش، هم با شعرهای خوب ایجاد کردهش، هم با گفتار و رفتار و عملش یک فرد شناخته و صاحب اعتبار در جامعه بود. هنگامی که محمد جان محی‌الدین در باره وطن سرود می‌خواند، شنوندگانش بیشتر وطن خواه و وطن دوست می‌شدند. وقتی که او مادر را وصف می‌کرد، مردمان احترام مادر را باز هم زیادتر به جا می‌آوردند. هنگامی که ترانه عشق را می‌خواند، عاشقان عاشق‌تر می‌شدند. بله، خداوندی بزرگ و یگانه او را استعداد خاصه عطا کرده برای خدمت خلق رهنمون ساخته بود. این است وقتی بلند هر یک انسان. تو دنیا
محمد جان محی‌الدینف در حلقه مردم محبوبیت خاصی داشت، زیرا او بین خود و مخلصانش هرگز مانعی نمی گذاشت، بلکه همیشه در بین آنها بود. هر نفری که لااقل لحظه با محمد جان هم صحبت شده است خوب می داند که او انسان خیلی خوش‌ذوق و خاکسار و زنده‌دل و صحبت‌آرا و معرکه‌آرا بود. می توانست با یک سخن طبع بالیده شما را بالیده تر گرداند یا هنگام محزونی دل برداری کند. تینت پاکش از خنده های بیغش و سخن های پرمیر و هزل و مطایبه های به مورد و نمکینش هویدا بود. ولی افسوس و صد افسوس که عشق یک لحظه به میژگان بار است، مدت عمر همین مقدار است. بله، عمری آدمی با تمام درازیش چون عشق سری میژگان است که در مدت خیلی کوتاه کنده از میژگان گردیده به زمین میافتد و به کام آن میرود. این مدت کوتاه گاه باز هم کوتاه تر میشود. عمری محمد جان محی‌الدینف نیست و مثل عشقی بود که در سری میژگان دیر نپایید و زودتر از زود به دامان خاک افتاد. اصلا برکت عمر انسانی نه در سال بلکه در ثمره است. محض همین روز یعنی 29 اپریل برادر ارجمند ما محمد جان محی‌الدینف در این فصل حسن‌افزای سال می بایست بهار 49 عمر خود را استقبال می گیرد. ولی افسوس و صد افسوس که عجب پیش دستی کرد و همگی چند روز قبل او را از بین ما ربود و در دلهای ما غصه زیاده گذاشت. ولی ما خود را با آن تسلی می دهیم که ناوابسته از عمر کوتاهش محمد جان در زندگی از خود نام نیک و
خاطرات نیک و آثار زیاده باقی گذاشت. او یکی از پایه‌گذاران صنعت استرادی در ولایت بود و برای رواج منبعده آن خدمت‌های شایسته کرد. ده‌ها شاگردان و پیروان او امروز چون صنعتکاران صاحب استعداد شناخته شدند. این آوازخوان ممتاز در ایجاد سرود و آهنگ سبک خاص خود را داشت و به این وسیله محبوب مخلصان خود گردید. سبک او یک نوع مکتبی او بود برای دیگران. محمد جان محی‌الدین از خود باغ باقی گذاشت و گل و نونهال های سرسبز این باغ فرزندان او هستند که بعضی از آنها در جاده هنر پیروی پدر گشتند. این است ثمره عمر انسانی. سعدی آمرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. خداوند متعال خانه آخرت محمد جان محی‌الدین را آباد و جایش را جنت المأوا گرداند. Sure.